در خوزستان بارش های سیل‌آسا در اهواز شروع شده است. چهار برابر شدن ورودی به سد کرخه نگرانی از سیلاب را افزایش داده است. یک کارگزار رژیم در خوزستان گفت نگرانی از شرایط سیلابی حوزه رودخانه کرخه همچنان ادامه دارد. تراز آب رودخانه در حال خارج شدن از حد نرمال و مورد انتظار است و احتمالاً آب زیر گذرهای اهواز را در بر می‌گیرد. در دسفول سیل تا مرکز شهر پیش رفت. هم اکنون ساعت 10:28 ششم فروردین 1398 اینجا شهر ایزه است. آزادی هستم. آب الان فروکش کرده. از جاده های روستایی اطلاعی نداریم و در جواب مریم رجوی به کمک سیل زده ها بشتابیم و کمک ها رو مستقیم به مردم برسونیم. خبرنگار سیمای آزادی، 6 فروردین 98. در درود رودخانه ماربوره طغیان کرد و کوی کارمندان کارخانه سیمان در معرض تهدید آب گرفتگی است. در ایزه حداقل 2 محله به نام های آبگیر و پایین دست در معرض خطر سیل گرفتگی کامل قرار دارند، به طوری که اهالی این مناطق باید کامل این محلات را تخلیه کنند. جاده بهبهان رام هرمز بر اثر جاری شدن سیل مسدود شده است. در کوکیلویه وقوع سیل در بوستان باشت کوکیلویه و بوی رحمت موجب جان باختن یک نوجوان 15 ساله شد. ملت سیل بر رانش زمین در کوکیلویه و بوی رحمت 3 روستا تخلیه و 1 روستا تخریب شد. همچنین راه ارتباطی بیش از 60 روستا در این استان و 80% از راه های عشایری شهرستان گشتاران قطع شده است. طغیان رودخانه های شهر یاسوج نیز همچنان ادامه دارد. در بوی رحمت رانش زمین روستای آبیدک زیلایی را در خود فرو برد. فرماندار رژیم در بوی رحمت گفت این روستا به طور کامل محو شده و هیچ اثری از آن وجود ندارد. این کارگزار رژیم درباره میزان تلفات در این روستا چیزی نگفت. سد هفشجان شهر کرد نیز سرریز کرد. فرماندار رژیم در شهر کرد گفت دریچه های سد چشم زنه هفشجان در شهرستان شهر کرد برای جلوگیری از خسارت به سد باز شد. روز سه‌شنبه آب رودخانه الوند به پل روگذر سر پل ذهاب نزدیک شده و احتمال زیر آب رفتن این پل بر اثر بارش شدید باران وجود دارد. دو الان شما غنروا